آیا معامله قرن دونالد ترامپ صلح رو برای خاورمیانه به ارمغان میاره یا باید منتظر دور جدیدی از مناقشات بین اسرائیل و فلسطینی ها باشیم؟ به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ بعد از ماها انتظار بالاخره از طرحی رونمایی کرد که به گفته او فرصتی است که شاید یک بار در قرن برای حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطین پیش بیاید. گرچه رهبران اسرائیل و آمریکا از این طرح با عنوان توافق یاد کردند، اما یک سر دیگر این توافق غایب بود. طرف فلسطینی طرح را حتی پیش از مطرح شدن رد کرده بود. این طرح به فلسطینی ها کشوری مستقل به پایتختی بیت المقدس شرقی میدهد، کشوری که قلمروی پراکنده دارد و در دل کشور اسرائیل جا گرفته. این پیشنهاد اما طرف فلسطینی را اصلا راضی نکرده، به چندین دلیل، از جمله اینکه مکانهای مقدس برای مسلمانان در خاک اسرائیل قرار گرفته، سخنی از حق بازگشت پناهجویان فلسطینی نیست و برخلاف قطعنامه های سازمان ملل بخشهایی از دره اردن و کرانه باختری را هم به اسرائیل هدیه داده. آیا آنچه پیش روی ماست یک توافق است یا طرحی که فلسطینی ها خواهی نخواهی باید با آن کنار بیایند؟ در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. یاسمین میزر با ما هست، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر، علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه و منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل و تحلیلگر مسائل اسرائیل از بیت المقدس. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. شاید سوالی که ابتدا میخوام بپرسم و اگر لطف کنید و کوتاه به جواب بدید تا بحث اون مشخص بشه که هر کسی کجا ایستاده، با خانم میزر شروع بکنیم. خانم میزر، این طرح به نظر شما یک توافقه یا اینکه عملا یک طرحی است از طرف اسرائیل و آمریکا و فلسطینی ها چاره جز پذیرش ندارن؟ در حال حاضر فقط یک توافقه، به دلیل اینه که نه فقط فلسطینی ها بلکه کشورهای عربی که اسمشون در این توافق آمده حاضر نشدند پشت اون وایسند، نه در مراسم شرکت داشتند و نه در صحبت‌هایی که پس از اون انجام دادند. به طور مشخص اردن موضع عربستان سعودی قابل بحثه و همه جناح‌های فلسطینی ردش کردند. اگر یکی از جناح‌ها تمایلی نشون داده بود شاید میشد بهش گفت ممکنه به یه زمانی به یک قرارداد برسه، ولی در حال حاضر جز این که بگیم اسرائیل و امریکا توافق کردند مقوله‌ای رو معرفی بکنند با عنوان معاهده قرن، جلوتر نرفتیم. آقای امیر اجازه بدید پاسخ شما رو هم بشنویم. شما چطور میبینید این طرح یا توافق رو؟ ببینید، این طرح و نه توافق، یک نقشه رو کشیدن و این نقشه رو ایالات متحده کشیده با اسرائیل، کشورهای عرب و با برخی از فلسطینی ها مشورت کرده، خواسته ها و آرمان هاشون رو در نظر گرفته، طرحی رو ارائه کرده برای آغاز مذاکرات به هدف رسیدن به توافق. طرح و نه توافق. و وقتی که میگید که این طرح هست، عملا آنچه که انتظار میره اینه که نظر طرف فلسطینی هم کم و بیش درش منعکس شده باشه. شما گفتید که طرف فلسطینی ها هم باهاش مشورت کردند، اما میبینیم که رهبران فلسطینی مثل محمود عباس صحبت میکنن از این که ما اون رو نپذیرفتیم، از همان ابتدا رد کردیم. فکر میکنید فلسطینی ها اینجا کجا ایستادن؟ بله، کاملا شما درست میگید. فلسطینی ها از روز اول دولت پرزیدنت ترامپ و برنامه هاش رو تحریم کردن، ولی این مانع این نشد که آقای کوشنر یا آقای جیسون گرین بلات با افراد فلسطینی مشورت نکنن و با اونها دیدار نکنن. در حال حاضر یک طرحی رو پرزیدنت ترامپ ارائه کرده، اسرائیلی ها تا حدود زیادی پذیرفتنش
گرچه برخی مخالفت ها در داخل اسرائیل هم ابراز میشه و این باید این تلاش دوباره است دیگری است از جانب ایالات متحده برای پایان بخشیدن به یک نزاع خونین که بیش از 100 سال ادامه داره. و یادآوری بکنیم که بسیاری از رؤسای جمهوری در ایالات متحده در این برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها تلاش کردند، شکست خوردند. قرارداد اسلو در سال 1993 بین اسرائیل و فلسطینی ها هم الان در خطر هست. آقای امیر، خیلی از کارشناسان توافق رو یک طرفه میبینند. وقتی شما نگاه میکنید، یعنی این طرح رو، اون نقشه ای رو که منتشر شده، نگاه شما بهش چیه دقیقاً؟ چطور میبینید؟ فکر میکنید تنها طرف اسرائیلی رو دیده در اون طرح؟ بله، باز تکرار میکنیم، این طرح و نه توافق، یعنی یک چیزی است که باید روی میز گذاشت، طرفین بشینن با هم چونه بزنن و به یک توافقی برسن که نه سیخ بسوزه و نه کباب. این میتونه پیش درآمد آغاز گفتگوهای صلح باشه بین اسرائیل و فلسطینی ها با یک شرط، که هم اسرائیلی ها صادق باشن و با حسن نیت وارد گفتگو بشن و هم فلسطینی ها اندیشه نابودی اسرائیل رو کنار بگذارن و این اصل رو بپذیرن که یهودی ها و عرب با هم پسر عمو هستن، در کنار هم زندگی میکنن، حکم هست و چاره ندارن جز این که در مسالمت و همزیستی در کنار هم باشن. این نزاعی که تا به حال در 100 سال اخیر ادامه داشته، خونریزی های بسیار داشته، هنگام آن است که اسرائیل و فلسطینی ها و عرب به توافق برسن در این سرزمینی که خواستگاه ادیان سگانه است، بتونن با مسالمت با هم همزیستی بکنن و این یکی از هدفهای مهم طرح آقای ترامپ هست. آقای ماموری، اجازه بدید شما رو هم وارد بحث بکنیم. هر دو کارشناس کم و بیش موافقند که این یک طرح هست در مرحله اول، اما فکر میکنید از نظر شما آیا این طرح پایه و اساسی رو برای گفتگو فراهم میاره یا نه؟ ببینید، از آغاز در واقع آقای ترامپ اسم اینو گذاشته دیل، یک معامله هستش که معامله الزاما به معنای توافقی که دو طرف در یک موضوعی توافق کرده باشن نیست. به معنای اینه که یکی از طرفین ممکنه یک قراردادی رو ارائه بده و در مورد اون قرارداد بعد صحبت بکنن و در واقع ممکن درنتیجه برسن یا نرسن. شیوه‌ای که در واقع ارائه شده و ساختاری که بر مبنای اون این معامله شکل گرفته یا این معامله در واقع طرح شده و پیشنهاد شده، وضعیت مناسبی رو برای فلسطینی ها فراهم نمیاره. فلسطینی ها در شرایط بسیار دشواری قرار دارن الان که نه پذیرش این طرح در واقع به سود اونها هست و نه رد اون طرح، به جهت اینکه در مقام واقع بالانس قدرتی بین دو طرف وجود نداره. دست بالاتر رو اسرائیل در منطقه داره، کشور مستقری رو داره، استقرار خودش، استمرار خودش، ثبات خودش رو در حال ادامه دادن هستش. مسئله تأکید و تثبیت هویت اسرائیلی حتی در بین عرب‌های اسرائیل در حال شگیری و استمرار و پیشرفت خیلی خوبی برای اسرائیلیا کرده در این زمینه. اما در طرف مقابل مجموعه از مناطق تکه پاره بدون وجود یک ساختار سیاسی یک پارچه و بدون وجود یک برنامه‌های مشخص برای پیشرفت و عمران، چه در بخش انسانی چه در بخش اقتصادی، رو ما داریم و عملا در واقع فلسطینی ها اگر رد بکنند وضعیتشون روز به روز ضعیفتر خواهد شد و اگر بپذیرند هم وضعیتی مستقر برای اونها رو شکل نخواهد داد، به جهت اینکه هیچ مقومات و عناصر اصلی وجود یک دولت مستقر با ثبات و مستقل و دارای در واقع مشروعیت سیاسی و وحدت اراضی و دارای تسلط کامل بر سرزمین خودش رو فراهم نمیاره، همیشه زیر نظر اسرائیل و تحت کنترل اسرائیل خواهد. خانم میزر، آقای امیر معتقد بودن که این طرح میتونه در واقع پایه‌ای باشه برای گفتگو و شروع گفتگو بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، گفتگویی که فلسطینی ها حداقل اون رو از همون ابتدا رد کردن و سالهاست که پای میز مذاکره نیامدند با اسرائیلی ها. آیا فکر میکنید دلیلش
در واقع نبودن موازنه قدرت هست یا زیاده خواهی یکی از دو طرف؟ بیشتر زیاده خواهی یکی از دو طرف که اسرائیل باشه. ببینید این طرح در حقیقت کلیه سرزمین هایی که در سال 1967 به طریق نظامی کسب شده رو اشغال اونها رو قانونی اعلام میخواد بکنه و این یه اصل پایه‌ایه. من فکر کنم فلسطین رو بذاریم کنار، این یکی از قطعنامه هایی که در سازمان ملل مکرر و مکرر بهش تاکید شده، برگشتن به مرزهای پیش از 1967 با یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شده نه این قطعنامه ها بی ربطه و لزومی برای اجراش نیست، که این میگم تاثیرش فقط به فلسطین نیست، یعنی اینه که قطعنامه سازمان ملل هیچ معنی نداره. از جهت دیگه مسئله بازگشت همونطور که اشاره شد اصلا مطرح نیست و هر کی هم که و تعداد زیادی از فلسطینی هایی که الان هم در سرزمین های مختلف در کرانه باختری رود اردن یا در غزه هستند هم احتمالاً با این طرح باید کشور رو ترک کنند. و مهمتر از اون اینه که اگر بخواید نمایندگی دو طرف های مختلف فلسطینی، حرفی که این حرف رو پارسال زدن، سالهای دیگه قبلا گفتن، کسی اصلا گوش نمی کنه به اینها، چون به نظر من ایالات متحده در سطح جهان وارد مرحله جدیدی شده. مرحله کاری ایالات متحده نیشن بیلدینگ نیست، ساختن مرزها برای پیشبرد کشورها نیست، تخریب هدف اصلیه و با ارزانترین قیمت با کمترین خرج نظامی میخواد خودش رو از شر این مسئله راحت کنه، با این تفاوت که برای آقای ترامپ مسئله اصلی در حال حاضر دور زدن مسئله استیضاح در واشنگتن و ایجاد یه تبلیغات مصنوعی، جدا از اینکه آیا این عملی اصلا ممکنه، تصوری میشه کرد که این رو جلو ببره. این رو روزنامه هارس به درستی اشاره میکرده در مقالش دیروز، کی میخواد پیش ببره؟ بخش اشغالش درست شد، وقتی شما فلسطینی ندارید که بخواد این بنتوستان ها، این شهرک های کوچیکی که تیکه تیکه شده در کرانه باختری مثلا میخواد وجود داشته باشه، وقتی کسی نخواد اینها رو اداره کنه، شما به چه طریقی میتونید بگید وارد مذاکره راجع به این طرح میشید؟ این طرح باید یه زمینه عملی داشته باشه برای اینکه بشه باهاش مذاکره کرد و اقلن باید این تصور باشه که مرز داشته باشه این کشور فلسطینی. این کشور فلسطینی همونطور که اشاره کردید نه فقط تیکه تیکه است، بلکه دورش رو به جز یه منطقه خیلی کوچیکی در کنار دریا، دورش رو کشور اسرائیل کاملا گرفته، محاصره در اسرائیل. ولی خیلی ها قبل از اینکه طرح مطرح بشه فکر میکردن شاید در همین حد هم این طرح برای فلسطینی ها در نظر نگیره، یعنی اصلا کشوری برای فلسطینی ها در نظر گرفته نشه که بخواد پایتختش بیت المقدس شرقی باشه، ولی این طرح حداقل اون رو تعمیم میکنه. ببینید شما تعریف کشور رو باید دقیق بگیم دیگه. وقتی کشوری است که مرزهاشو کنترل نداره، به نظر میاد مثلا پلیس راهنمایی رانندگیش با خودشه، ارتش که نمیتونه داشته باشه، حکومتش معلوم نیست چه جوری میخواد باشه، در رابطه با اورشلیم شرقی معلوم نیست دقیقاً آیا این در یکی از منطقه های حومه اورشلیم شرقی یا خود اورشلیم شرقیه. تا اونجا که من میفهمم یک محله دورتر از مراکز زندگی، یک محله حومه رو انتخاب کردند یا دارن مطرح میکنند و تازه معلوم نیست که آیا قبول خواهند کرد کسانی که در اون منطقه هستند که مثلا ترکش کنند و بیاد کاملا بشه پایتخت. همه اینها به نظر من اونچنان در هواست
که نمیشه بهش گفت که فکر جدی در رابطه با این مسئله شده. تأکید میکنم کشور یه معانی خاصی داره. شما اگر یک تیکه از لندن رو بدید به فرانسه و بعد بگید ولی انگلیس ها میتونن شهرداری مثلا درختکاری و نمیدونم راهنمایی باشون باشه، نمیتونید بگید یک کشور دادید به اینا، میتونید بگید یه اختیار محدود منطقه‌ای دادید. آقای امیر، پاسخ شما رو بشن. بله، مطالبی که خانم محترم مطرح کردن و بهشون بسیار احترام میگذارم پاسخهای طولانی خواهد داشت که مسلماً وقت ما این امکان رو نمیده، ولی من به سه مورد خیلی به اختصار اشاره بکنم. یکی این که مسئله این است که جنگ شش روزه سال 1967 نه توسط اسرائیل بلکه توسط خود کشورهای عرب به هدف انهدام اسرائیل آغاز شد. اسرائیل چه تقصیری داره که در این جنگ پیروز شد و مناطقی افتاد دستش؟ این رو اعراب میخواستن اسرائیل رو نابود بکنن و اسرائیل با ابتکار خودش نرفت کرانه غربی رو بگیره. یک نکته. دوم این که ما از کدام فلسطینی ها صحبت میکنیم؟ ما متاسفانه یک رهبری منسجم فلسطینی نداریم که بتونه در برابر اسرائیل و ایالات متحده بایسته و آرمانها و خواسته های خودش رو مطرح بکنه، که من میپذیرم فلسطینی ها حق دارن و به این حق خودشون باید برسن، ولی ما با کدام فلسطینی میتونیم صحبت کنیم؟ در غزه جهاد اسلامی آزادی فلسطین و حماس میگویند اسرائیل باید نابود بشه. اسرائیل آمد و نوار غزه رو به طور کامل در اختیار فلسطینی ها گذاشت، گفت اینجا رو شما میتونید بهشت بکنید. غزه به مرکز ترور به رهبری حکومت اسلامی ایران مبدل شد. اسرائیل چه گناهی داره؟ بنابراین اسرائیل نمیخواهد که این تجربه تلخ در کرانه باختری تکرار بشه. علی خامنه ای دو سال پیش گفت به همون نسبت که ما تونستیم به، البته تکذیب میکنن، ولی تونستیم تکنولوژی موشکسازی رو به غزه وارد بکنیم، باید سلاح رو هم به کرانه باختری منتقل بکنیم که از دو طرف اسرائیل نابود بشه. بنابراین اگر که ترامپ میآید و نیازهای دفاعی و امنیتی اسرائیل رو در نظر میگیره و این طرح رو مطرح میکنه که به نظر من قابل اجرا هم نخواهد بود، به خاطر تامین امنیت اسرائیل، حکومت خودگردان فلسطینی یا کشور مستقل فلسطینی در آینده باید فاقد ارتش باشه که نیاید با تانک و توپ و هواپیماش اسرائیل رو هدف قرار بده. ببینید در نقطه ای از خاک اسرائیل و کشور مستقل فلسطینی عرض اسرائیل 10 کیلومتره، یعنی شما توف بندازید، سنگ بندازید، میتونید اسرائیل رو نابود بکنید. فرودگاه بین المللی اسرائیل در کنار کرانه باختری قرار گرفته. اینها نیازهای امنیتی اسرائیل، نه اینکه اسرائیل بخواد استعماری باشه و جاه طلبی بکنه و زمینهای دیگران رو بگیره. اعراب، نه اعراب، فلسطینی ها میخواهند اسرائیل رو نابود بکنند. ببینید هم در همین تظاهراتی که دیروز در رمالله رخ داد میگویند که با خون و جان خودمون ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد. اینها با کمال تأسف من میگم، من فلسطینی ها رو دوست دارم، با کمال تأسف میگم اونها و رهبران اونها آمادگی صلح ندارن و نمیخواهند که در کنار اسرائیل همزیستی بکنن. اینها مشکلاتی است که باید در نظر گرفته بشه. اجازه بدید اشاره هم به حق بازگشت بکنم. یعنی چه حق بازگشت؟ حدود 600 هزار عرب در سال 1948 از این کشور فرار کردند با تشویق
سران کشورهای عرب که بیاید بیرون تا ما زودتر بتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم. الان میگن که این 600 هزار نفر شدن 6 میلیون نفر. آیا اسرائیل میتونه 6 میلیون نفر عرب رو در خودش جای بده؟ من اشاره میکنم به اون عرب مصاحبه که فلسطینی باشن. یه لحظه معذرت میخوام، مصاحبه که شب گذشته در بی بی سی پخش شد، یک عرب فلسطینی میگوید که بله ما میخواییم که این 6 میلیون نفر وارد خاک اسرائیل بشه و اسرائیل رو نابود بکنه. اینا مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار داد. آقای مأموری، نکته جالبی که در صحبت‌های آقای امیر بود این که خود ایشون هم گفتن که این طرح رو فکر نمی‌کنن که به نتیجه برسه. با طرحی عملاً روبرو هستیم که کسانی که خودشون اون رو پایه‌گذاری کردند و ارائه دادن، یعنی آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که حتی اونها هم فکر نمی کنن که بتونن اونطوری که خودشون میخوان اون رو اجرا بکنن، اما شاید بخشایی از اون اجرا بشه. یعنی روز یک شنبه قرار هست که مجلس اسرائیل رأی گیری بکنه در مورد انضمام بخشایی از آنچه که در این خاکهای کرانه باختری که در این طرح آمده. بنابراین فلسطینی ها به هر حال بازنده شرایط موجود خواهند بود. بله، ببینید، من اگه اجازه بدید اول فقط یک تعلیق مختصری به فرمایش دوستمون عرض بکنم. نگرانی های اسرائیل برای من کاملا قابل درک و فهم هستش. وضعیت امنیتی و وضعیت منطقه که یک محیط در واقع نفی نسبت به اسرائیل وجود داره، اما مسئله اینه اگر اسرائیل به شکل صریح دقیقا همینو مطرح میکرد، به عبارت دیگری مشکل اسرائیل این نیست که نگرانی امنیتی داره، مشکل اسرائیل این است که از این نگرانی امنیتی سوء استفاده سیاسی کرده و اون مسائلی مثل ساختن شهرک ها، ساخت شهرک در مناطق اشغالی غیر قانونی بوده، قابل درک است اون ناچار شد این مناطق رو اشغال بکنه و این مناطق رو حفظ کرده تا زمانی که یک دولت فلسطینی شکل بگیره و در اون زمان در واقع بیاد اونها رو بهشون واگذار بکنه. سوال اینه بر چه اساسی در این دوره موقت که قرار نیست تغییری صورت بگیره شما شهرک سازی کردی در این مناطق و یک امر واقعی رو تحمیل کردی و الان ناچار هست طرف مقابل با این امر واقع دیل بکنه و در واقع با اون بسازه؟ این مسائل در واقع مشکلات قانونی جدی هستش، یا اینکه در واقع محیط امنیتی منطقه باید عوض بشه. نکته دیگر این که اسرائیل الان در بهترین شرایط برای پیش رفتن به سمت یک صلح هستش. محیط منطقه به شدت تغییر پیدا کرده. اسرائیل از سالهای پیش قرارداد صلح با مصر و اردن داره و هیچ مشکلی با این دو کشور همسایه نداره. تعدی از این دو کشور همسایه نسبت به اسرائیل صورت نگرفته. محیط بسیار مناسب و سازگاری در خلیج فارس وجود داره نسبت به پذیرش اسرائیل. کشورهای جنوبی خلیج فارس عرض می‌کنم. نماینده امارات، نماینده بحرین، نماینده عمان در این کنفرانس که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بودن حضور داشتند. اگر یک طرح عادلانه شکل بگیره قطعا عربستان سعودی و مجموعه دیگری از کشورهای عربی در شمال آفریقا، در خاورمیانه در واقع با این طرح همراه خواهند شد. الان محیط آماده هست که نگرانی های امنیتی اسرائیل پاسخ داده بشه، اما مسئله که هستش اینه که اسرائیل هم به دنبال صلح نیست، در واقع اسرائیل به دنبال فرض امر واقع هستش، تحمیل امر واقع هست و استفاده از این برای منافع سیاسی خودش. در طرف مقابل فلسطینی ها هم گزینه های چندانی متاسفانه ندارن. اونها در برابر یک امر واقع هستند که نسبت به این امر واقع ابزارهای چندانی ندارن، نمیتونن بپذیرن و نمیتونن رد بکنن. هر دو مسئله بر اونها پیامدهای بسیار منفی داره و وضعیت اونها رو از وضعیت امروز بدتر و بدتر خواهد. خانم میزر، بسیاری میگن که اولا رهبران فلسطینی همه تخم مرغ‌هاشون رو در سبد آمریکا گذاشتند، امیدوار بودند که آمریکا میانجی بی‌طرفی باشه اینجا، ولی حالا کم و بیش به هر دو طرف رهبران فلسطینی ثابت شده که
آمریکا اینجا بی‌طرف به اون معنا نخواهد بود و روابط عمق روابط استراتژیک آمریکا و اسرائیل اجازه شاید به اون نمیده که بی‌طرف باشه در این مورد. فکر می‌کنید که اتفاقی که حالا افتاده آیا نگاه رهبران فلسطینی رو تغییر خواهد داد؟ آیا باعث میشه که اونها به سمت کشورهای دیگه، مثلا کشورهای اروپایی بیان؟ اصلا چنین ظرفیتی در کشورهای اروپایی وجود داره که حالا بیان جلو و نقشی ایفا بکنند؟ در وقتی که اوباما طرح صلحی را داشت پیش می برد، من فکر می کنم حداقل محمود عباس و برخی از رهبران فتح در این تصور بودند، حالا درست یا غلط، که امریکا میانجی بی‌طرفی است در این دعوا، که البته همونطور که میگید اونم به نظر من میشه زیر سوال برد، ولی حداقل این تصور بود. از زمان انتخاب آقای ترامپ چنین تصوری نمیتونسته برای کسی وجود داشته باشه، به خاطر نوع بیان ایشان، نوع سیاستهایی که دنبال میکنه و غیره. یکی از مسائل در رابطه با یک ابرقدرت که ایالات متحده یک ابرقدرته، در پیشبرد مسئله مثل مسئله اسرائیل و فلسطین، اینه که باید متحدان خودش رو با خودش داشته باشه. و تا موقعی که آقای ترامپ به قدرت رسیده بود، رؤسای جمهور مختلف در ایالات متحده اتحادیه اروپا رو و متحدین دیگرشون رو، کانادا، استرالیا، کشورهای متحد رو سعی می‌کردند با خود داشته باشند در مسائل بین المللی، در مسائلی مثل اسرائیل فلسطین. ولی آقای ترامپ چنین سیاستی نداره. اولا به نظر من و خیلی ها دوروبر من میگن در دراز مدت شاید پی تلاشیه یا تضعیف اتحادیه اروپا است، در نتیجه اصلا اهمیت نمیده که اتحادیه اروپا چی بگه چی نگه در این رابطه، و از طرف دیگه به سازمان ملل اهمیتی نمیده. صحبت از اینه که اگر دور دوم انتخاب بشه شاید سازمان ملل رو از ایالات متحده خارج کنه غیره. در نتیجه ما با یک ابرقدرتی روبرو هستیم که در شرایط کنونی اصلا اهمیت نمیده به اطرافش. سوال بخش دوم سوال شما که در رابطه با اتحادیه اروپا است، ببینید اتحادیه اروپا دیگه واقعا باید الان تصمیم خودش رو بگیره. آیا میخواد در این جهانی که همچنان تک قطبیه، برای اینکه ابرقدرت اصلی ایالات متحده است، مطیع ایالات متحده باشه و هر چیزی رو که ایالات متحده میگه گوش بکنه، یا میخواد اتحادی جدیتر در درون اروپا ایجاد بکنه بر این که بتونه مقاومت بکنه بر روی برخی از صحبت‌ها و حرکات رئیس جمهوری که به گفته خیلی ها در ایالات متحده به نظر میاد خیلی محتاطانه عمل نمی‌کنه و جدا از فلسطین، جدا از منطقه ما، ممکنه جهان رو به جای خطرناکی ببره. این تصمیم با اتحادیه اروپا است و پیداست الان این بحث داره میشه در اتحادیه اروپا در رابطه با نوع جرایمی که ایالات متحده میخواد بر اتحادیه اروپا وارد کنه، سیاست ترامپ در رابطه با نه فقط برکسیت بلکه تضعیف دراز مدت اتحادیه اروپا. و به نظر من اگر در اسرائیل بودم، نگران حکومت‌های دست راستی متحد آقای ترامپ در اروپای شرقی بودم. خطر دراز مدت این نوع حرکت به مراتب از خطر فلسطینی‌ها که جمعیت محدودی دارن، تواناییشون کمه، خیلی بیشتره. آقای امیر، آیا موافق هستید که عملا آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در طول چند ماه اخیر بارها و بارها قوانین بین الملل رو زیر پا گذاشتند؟ زمانی که خود آمریکا احترامی به قطعنامه های سازمان ملل هیچ اهمیتی براش قائل نیست، چرا فرضاً باید انتظار داشته باشه که ایران به این قطعنامه ها احترام بگذاره؟ اجازه بدین که من برگردم به مسئله رهبری در جهان عرب و در میان فلسطینی ها و ریشه یابی بکنیم. ببینید الان همونطور که مهمان عزیز و استاد شما گفتن، الان دو روند ما در خاورمیانه شاهد هستیم. یک روند کشورهای عرب به ویژه امیرنشین های عربی حوزه خلیج فارس و عربستان هستند که درک کردند که دشمنی با اسرائیل یک امر عبث و باطله.
سالیان دراز خواستن اسرائیل رو نابود بکنن، این کشور رو تحریم کردن، 3-4 تا جنگ رو بر اسرائیل تحمیل کردن، نتیجه نداشت. الان میخواهند که با اسرائیل دوستی بکنن. ای کاش همین تحول فکری در بین فلسطینیان به وجود میامد. ما میبینیم که با بروی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، یک جناح از فلسطینی ها روز به روز سیاست های شدیدتری رو در پیش میگیرن. حماس در مرامنامش مینویسه اسرائیل باید نابود بشه. جهاد اسلامی که توسط حکومت ایران برپا شده میگوید که تمام امکانات جنگی رو باید در اختیار گذاشت که این کشور رو نابود بکنه. حتی تاریخ هم تعیین کرده تا 25 سال دیگر حزب الله رو. ولی این تحول فکری که شما ازش اسم میبرید عملا با زور ایجاد شده، با کمک ایالات متحده آمریکا به اسرائیل و ضعیف‌تر شدن فلسطینی‌ها در طول چندین دهه اخیر انجام شده. نه مطلقاً نه. این ببینید، وقت نداریم که زیاد توضیح بدم، ولی اعراب خسته شدن از فلسطینی‌ها و از زیاد خواهی‌های اونها و از تروری که اونها بیش و بیشتر می‌کنند، از گرایشی که به طرف حکومت شیعه ایران داشتن و خسته شدن از اونها. اگر این و اینها در به دنبال تهدیدهای حکومت ایران این تحول فکری سریعتر در اونها به وجود اومد. در مقابل ما میبینیم که در مورد اون سوال، در مورد اینکه آیا شکستن و زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل ترغیب نمیکنه دیگران رو، که کشورهای دیگر رو هم که همین کار رو بکنن؟ بله، ببینید، شما وقتی میگید قوانین بین الملل، دو چیز رو باید از هم مجزا کرد. یکی قطعنامه های مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل هست که اینها جنبه قطعنامه داره، ضمانت اجرای قانون بین المللی نیستش. این یک مطلب. دوم، قوانین بین المللی میگوید که در سرزمین های اشغالی نباید و ممنوعه که آبادی سازی بکنن. اینها مسائلی است که اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید بشینن با هم مذاکره بکنن، به توافق برسن. من خشم دارم بر فلسطینی ها که چرا موقعیت ها رو درک نکردن، چرا همیشه نگفتن، چرا تمام تلاش های صلح رو خونسا کردن، و این باعث بروی کار آمدن یک جناح راستگرا در داخل اسرائیل شد. ما حزب کارگر رو حاکم داشتیم در اسرائیل، اونها آبادی سازی نمی کردن، و اگر هم آبادی های ساختن در کنار خاک اسرائیل و برای تامین ملاحظات امنیتی. می فرمایید که در واقع فلسطینی ها از فرصت هایی که در اختیار داشتن به درستی استفاده نکردن در گذشته. آقای بذارید از آقای معموری هم بپرسم. آقای معموری، موافق هستید با صحبت های آقای امین؟ ببینید، چند تا نکته وجود داره. یکی موضوع تعمیم در واقع فلسطینی ها و دادن صفاتی به اونها رو به شکل عام رو امری ناروا میبینم من. فلسطینی ها در واقع یک ملتی هستند، وضعیتشون وضع هر ملت دیگری، درشون ممکنه تندرو باشه، معتدل باشه، میانگرا باشه و اشکال انواعی از در واقع آدم ها درشون هست. این که ما همه اونها رو با عنوان عام، این که فلسطینی ها از تروریست حمایت میکنن یا فلسطینی ها رو خشم از اونها داشته باشیم، فکر میکنم سخن در واقع به سزایی نیستش. ما مسئله در واقع تهدید اسرائیل رو حداقل در چندین سال گذشته صرفا از غزه داشتیم، نه از کرانه باختری. در غزه هم میدونیم که یکی دو تا حزب مشخص هستن که این مسئله رو دارن دنبال میکنن. از طرف دیگری مسئله ترور رو و مسئله در واقع شکستن قوانین و تخریب روند صلح در جانب اسرائیلی هم ما داریم. آقای اسحاق رابین رو کی کشت زمانی که بعد از در واقع قرارداد صلحی که صورت گرفت، وقتی خبر کشتنش مطرح شد، اولین چیزی که به ذهن خیلی از ماها می اومد اینه که فلسطینی های تندرو اونو کشتن، به جهت اینکه در واقع مسئله صلح داشت پیش می برد. اما عملا بعد از چند ساعت معلوم شد که یک راستگرای یهودی که مخالف با ایجاد صلح با فلسطینی ها بوده اونو کشته. مسئله حرکت به شدت سریعی که درون اسرائیل نسبت به راستگرایی هست، تصویب قانونی که چند وقت پیش صورت گرفت که دولت اسرائیل یک دولت یهودی است که حتی اقلیت 20%
عرب اونجا رو هم در نظر نمیگیره که اینا خودشون یهودی نیستن. چطور ما میتونیم یک دولتی رو هویتش رو دولت یهودی بدانیم و احساسات 20% شهروندان رسمی و قانونی این کشور رو که یهودی نیستند رو در نظر نگیریم و بعد پیامدهایی رو که بعداً ممکنه بر این مبنا شکل بگیره؟ هنوز پیامدهایی وجود نداره و در واقع عربهای اسرائیل از وضعیت مساوی نسبتاً با دیگر شهروندان برخوردارن، اما این یک مبنای غلطی است که با پیشرفت جریان راست در اون کشور ممکنه به پیامدهای بسیار بدتر دیگری منجر بشه. واقعیت هم اینه که در یک تصویر خیلی بزرگتر باید این قضیه رو دید. اشتباهات فلسطینی ها قابل انکار نیست، در این حال اشتباهات بسیار زیاد اسرائیلی ها که همچنان الان ادامه داره هم نباید فراموش کرد و در نهایت این که اسرائیل دست بالاتر رو داره و اشتباهات اون پیامدهای بسیار خطرناکتری داره. و شما با این گفته آقای امیر هم موافقید که کشورهای عربی رسما خسته شدند از این مناقشه اسرائیل و فلسطین و میخوان که به نوعی تمام بشه؟ دیدیم که حداقل چندین کشور الان از همین طرح، با این که خیلی به نظر میرسه که برای فلسطینی ها به هیچ عنوان چیزی نیست که اونها میخوان، ولی حمایت کردن. بحرین، عمان و امارات متحده عربی بیانیه دادن، اونها سفراشون در آمریکا رفتن در اون جلسه شرکت کردن. به نظر میرسه که فلسطینی ها امیدی به رهبران کشورهای عرب هم نمیتونن دیگه داشته باشن. ببینید، کشورهای عربی از ایشون فهمودن کشورهای عربی از فلسطینی ها خسته شدن، که باز این تعبیر رو هم من تعبیر بسزایی نمیدونم. به عبارت صحیح در واقع اینه، کشورهای عربی نگران ادامه روند این نزاع هستند، به جهت اینکه این نزاع زمینه ایجاد مشکلات بسیار وسیع‌تری رو در منطقه ایجاد کرده. این نزاع سبب شده که برخی از جریان‌ها در منطقه از اون استفاده بکنند، استفاده سیاسی به نفع جریان‌های داخلی خودشون بکنند و در واقع روغن بر و سوخت بر این آتش بیفزایند و این جریان رو در واقع تشدید بکنند و این موجب شده که نزاع‌های دیگری مثل نزاع ایرانی عربی، نزاع شیعی سنی و مسائل از این دست رو هم توسعه و گسترش بیشتری بده. اونا به دنبال این هستن که این مسئله به شکل ریشه‌ای حل بشه، به شکلی که یکی از بهانه‌های درگیری‌های مستمر در منطقه کاهش پیدا بکنه. خسته شدن از استمرار این نزاع متفاوت است از خسته شدن در واقع از یک ملت، یک ملتی که مورد تعدی قرار گرفت. خانم میزر، بسیاری از کارشناسان در چند روز گذشته راجع به این صحبت کردن، راجع به زمانبندی اعلام این طرح صحبت کردن. چرا الان؟ میگن دلیل آنچه که اتفاق افتاد روز سه‌شنبه عملا هدیه‌ای بود از طرف آقای ترامپ به آقای نتانیاهو که در انتخاباتی که پیش رو داره بتونه موفق باشه. موافقید با این؟ هر دو، هم آقای ترامپ هم آقای نتانیاهو، مشکلات درونی دارند. آقای نتانیاهو علاوه بر انتخابات روز سه‌شنبه چند ساعت قبل از این حکم جدیدی در رابطه با فساد در رابطه با او منتشر شد و طبعا اون هم براش نگران کنند است. آقای ترامپ نگران استیضاحه. حتما اینه که هر دوی اینها جام به در خواهند برد از این مشکلات درونی، ولی فرصت بسیار مناسبیه براشون برای اینکه خودشون رو در سطح کشور خودشون، در سطح رسانه‌های جمعی به عنوان افرادی که در قدرت هستند و کارهای مهمتر از مسئله فساد یا مسئله استیضاح در پیش دارن نشون بدن. یک جنبه بعد این برای جهان، نه فقط برای مردم این دو کشور، اینه که داره یه سری چیزهایی در دنیای کنونی ما نرم میشه، عادی سازی میشه ازش، و عادی سازی از فساد یکیشه، عادی سازی از اینی که یک کسی مورد استیضاح، بعد شاید برای اینکه توجه جلب بکنه کارهای عجیب و غریب انجام میده، ژنرال یک کشور در یک کشور سوم میکشه، در سرزمین های یک کشور رو میده به کشور دیگه ای، اینها همه اینها داره عادی سازی میشه ازش و این خطرناکه، روند خطرناکیه. ولی دلایل درونی هر دوی اینها، من فکر میکنم هیچ خبرگزاری رسمی جدی در ایالات متحده، فوکس من جدی نمیگیرم، این خبر رو بدون مطرح کردن نه فقط مسئله استیضاح بلکه حضور و بحث در رابطه با شهادت جان بولتون، مشاور نزدیک ترامپ، و خاطراتی که نوشته که
رابطه مستقیم با استیضاح داره رو مطرح نکرده باشه. من یه نکته خیلی کوتاه راجع به حماس و رهبری فلسطین بگم. ببینید فلسطین جریانی بود که رهبریش سکولار بود، مذهبی نبود. اسرائیل فکر میکرد در دهه 60، اوایل دهه 70 که چون این سکولاریسم باعث شده متحدینی در سطح چپ جهانی پیدا بکنه، شاید فکر خوبی باشه که یه جریان اسلامی فلسطینی راه بیفته. ریشه حماس از اینجاست، در نتیجه به ایران ربطی نداره. در طی این 40 سالی هم که ایران بوده و حماس بوده، در موارد بیشماری، من الان نمیخوام همه را اسم ببرم، در موارد بیشماری حماس با کشورهای عربی بوده که با ایران در تخاصم بودند. در نتیجه قاطی کردن مسائل و تاریخ رو اشتباه مطرح کردن حل مسئله نیست. حماس و ایران در مواقعی همسو بودند، در مواقعی با هم مخالف بودند. مشکل فلسطین ربطی به ایران نداره و با خیلی از فعالین سیاسی فلسطینی که صحبت بکنی به درستی به شما میگن که ایران کمکی به ما نکرده، ما انتظاری از کمک نداریم، در آینده هم انتظاری از کمک نداریم. آقای امیر، خیلی از فعالان سیاسی حتی در خود اسرائیل نگران هستند که اگر آنچه که آقای نتانیاهو میخواد انجام بده حالا، یعنی انضمام بخش‌های دیگری از دره اردن و همینطور کرانه باختری، اگر این پیش بره، اون وقت تندروها در اسرائیل جان بیشتری بگیرن. از صحبت‌های شما اینطور متوجه شدم که شما هم با این مسئله موافق نیستید، یعنی پیش بینی میکنید که شاید این اتفاق بیفته، اما شخصا این رو خوب نمیدونید. چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره و در صورت این اتفاق آیا این به نفع خود اسرائیل به هیچ عنوان خواهد بود؟ بله، ولی اجازه بدین که من به دو سه نکته دیگر اشاره بکنم که در سخنان مهمانان عزیز شما گفته شد. یکی این که مسئله اتهاماتی که به نتانیاهو وارد میاد و اتهاماتی که به آقای ترامپ وارد میاد، هر دو رو قبول دارم و در اسرائیل هم به این امر اشاره شده، ولی باید در نظر بگیریم که 3 سال ایالات متحده دولت پرزیدنت ترامپ بر حسب تعهدی که در انتخابات داده بود آمدن روی این طرح کار کردن و این طرح رو آماده کردن. حالا چرا آقای ترامپ 4 هفته پیش از انتخابات عمومی در اسرائیل و پیش از برپای دولت ثابت اسرائیل این کار رو کرد؟ این احتمالاً مصالح و مطالبی بود که ایشون مطرح کرده. در مورد نتانیاهو من افتخار میکنم که قانون اسرائیل چنان تساوی حقوقی برای همه شهروندان قائل هست که میآید و حتی نخست وزیر و رئیس جمهور رو به پای دادگاه میکشونه. اسرائیل میخواهد که با فساد یا فساد مالی و حکومتی مبارزه بکنه. مسئله‌ای که خانم عزیز بهش اشاره کردن و باعث تبسم من شد این است که ایشون فرمودن که حماس رو اسرائیل به وجود آورد. واقعا آیا ممکن است که یک گروهی که نابودی اسرائیل رو خواهان هست بیاید و توسط اسرائیل برپا بشه؟ این یکی. دومی که ایشون می‌فرمایند که حماس هیچ گونه کمک مالی از ایران نگرفته. چطور ممکنه؟ آیا واقعا شما میتونید تصور بکنید که حماس این مبالغ کلانی رو که از ایران گرفته نگرفته؟ بعد نکته سوم، من تایید میکنم سخنان ایشون رو که حماس هم از توبره حکومت اسلامی ایران خورده و هم از آخر کشورهای عرب از هر دو گرفته. در پاسخ به پرسش شما، بله من اجازه نگران قبل از اینکه این پاسخ رو بدین خانم میزر، فکر می‌کنم جواب پاسخ دارم. بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
در رابطه با حماس من فکر میکنم تاریخش هست، میشه اسنادی که بعداً کسایی که از سازمان امنیتی اسرائیل اومدن و دلایل برای این کار رو منتشر کرد و فکر میکنم رو شک زیادی باشه. در رابطه با فساد مسئله اینه که به نتیجه نمیرسه و این مهمه. در رابطه با حماس ممکن از ایران پول گرفته باشه، ولی پول اصلی که به حماس رسیده از ایران نبوده. ایران همونطور که به درستی خود شما قبلا گفتید جریان خاص خودشو داره که جهاد اسلامیه و تا اونجا که من میفهمم توانایی محدودی داره و نیروی محدودی هم داره، برای اینکه به طور کلی زمینه رشد شیعه در میان فلسطینی ها بسیار کمه، بسیار ناچیزه که وجود نداشت، وجود نداره. آقای امیر پاسخ به اون سوال رو بفهمید. بله من یادم رفت راجع به چی صحبت میکردم، ولی ببینید حماس نه فقط پول گرفته از ایران بلکه موشک گرفته. و درسته که در ابتدا اسرائیل با حماس مخالفتی، با به وجود آمدن حماس مخالفتی نکرد، به خاطر اینکه تصور میکرد که این یک جنبش دینی اسلامی هست و اسرائیل با افکار و ایمانهای مردم کاری نداره، با عمل تروریستی مبارزه میکنه. بنابراین از نظر قوانین اسرائیل نمیتونستن جلوی برپا شدن حماس رو بگیرن. فقط یادآوری بفرمایید که راجع به چی صحبت می‌کنم. راجع به این بود که اگر دولت تندروتری از آنچه که در حال حاضر هست بیاد سر کار، ما چه خواهد شد؟ بله ببینید، ما یک دولت سوسیالیستی و کارگری داشتیم که تلاش می‌کرد که صادقانه با عرب به صلح برسه. رابین رو شما نام بردید، میتونم از اهود باراک نام ببرم. اهود باراک در وایت پلانتیشن به میانجیگری پرزیدنت کلینتون با یاسر عرفات به توافق رسیدند. 99% از قضیه حل شده بود که صلح کامل برقرار بشه. به آقای عرفات گفتن خب بفرمایید امضا کنید. ایشون فرار کرد به خاطر اینکه میدونست که تندروهای در جهان فلسطینی وجود دارن و من همه فلسطینی ها رو با یک چوب نمیرانم، افکار مختلف دارن، ولی رهبری فلسطینی رهبری بسیار افراطی بود. عرفات فرار کرد از ترس اینکه اگر امضا بکنه و با اسرائیل به توافق برسه ترورش خواهند کرد. بعد آمدن و عملیات تروریستی اتوبوس ها رو در اسرائیل آتش زدن، زن و کودک رو کشتن، با اتومبیل رفتن افراد رو زیر گرفتن. اینها باعث تقویت راستگرایان در اسرائیل شد و دولت نتانیاهو الان 10 سال داره حکومت میکنه و طولانی ترین دولت رو در اسرائیل به وجود آورده. آقای ماموری ببخشید صحبتتون در یک جمله، در یک جمله معذرت میخوام، در یک جمله، اگر فلسطینی ها واقعا نشان میدادن که خواستار همزیستی با اسرائیل هستن، راستگرایان در اسرائیل به قدرت نمی رسیدن و این باعث تأسف من. آقای ماموری های شرایط رو اینطور می بینید شما هم؟ ببینید من با بخشی از اعتراضاتی که دوست عزیزمون بر جریان های سیاسی در داخل در واقع در سرزمین های فلسطینی ایراد می کنن، با برخی از اونها وارد موافق هستم. اینا اموری هستن که قابل در واقع پذیرش و قابل بحث هستن، اما سوال اینه آیا این اشکالات توجیه قانونی و توجیه اخلاقی برای شکستن قوانین به هر جهتی بگیر، قوانین بین‌المللی، قوانین داخلی، قوانین هر از هر حیثی بخواد قضیه رو بهش نگاه بکنید برای اسرائیل فراهم میاره؟ اسرائیل بر چه اساسی در این سالهای متمادی ساخت شهرک‌های در واقع خاص یهودی رو در مناطق اشغالی ادامه داده؟ این سوال باید جواب داده بشه. و چرا الان داره اصرار میکنه که این امر غیر قانونی رو به زور تبدیل بکنه به یه امر قانونی؟ این سرزمین های اشغالی هستن، سرزمین اشغالی بایستی همونجور که خودشون فرمودن دولت اشغالگر صرفا در واقع یک سرپرستی موقت داره تا زمانی که بتونه اونجا رو تخلیه بکنه. حق تغییر دموکراتیک در اونجا رو نداره، حق تغییر جمعیتی در اونجا رو نداره، حق ایجاد یک امر واقعی که بعداً بتونه از اون استفاده بکنه رو نداره.
این مسائل در واقع در جانب اسرائیلی هم بایستی مد نظر قرار گرفته بشه. تهدیدهایی که نسبت به فلسطینی‌ها در زمان تشکیل دولت اسرائیل شکل گرفته، ایشون در صحبت‌های فرمایش قبلیشون فرمودن که فلسطینی‌ها به توصیه در واقع کشورهای عربی فرار کردند و رفتند. خب نه، تهدیدهای دریاسین بود، فاجعه مثل دریاسین، جنگ‌های شهری که چندین ماه در دو منطقه حیفا وجود داشت و عملا موجب شد که فلسطینی‌ها، برخی از فلسطینی‌ها از ترس مرگ و از ترس تهدید در واقع فرار کنند و برن. این مجموعه رو در اون تصویر کاملش باید دید و باید راه حلی رو ارائه کرد که این راه حل بتونه به شکل عادلانه و به شکل قابل قبول برای همه طرف‌ها در واقع قابل طرح باشه و بتونیم بر اون مبنا پیش بریم. مسئله آقای عرفات و باراک رو فرمودن، بخش‌هایی از اون حرفا درسته، اما باز اشاره بکنیم که قبلا آقای عرفات در اسلو هم امضا کرد و تعهد کرد و قرار بود که این ماجرا ادامه پیدا بکنه. خب گروه‌های مخالف اسرائیل کارشکنی کردن، اسرائیل هم کارشکنی کرد و عملا این پیامدهای این اتفاقا و پیمانهای صلح در واقع به دلیل کارشکنی‌های از هر دو جهت موجود به جایی نرسید و ما به چنین وضعیتی الان باش مواجه هستیم. از اون طرف بذارید مثال‌هایی از نمونه‌های موفق بیاریم. چرا اسرائیل موفق شد پیمان صلح خودش رو با اردنی‌ها یا با مصری‌ها ببنده و پیمان تا حد زیادی موفق باشه؟ یعنی عملا از بعد از بستن پیمان مشکلات نظامی سیاسی بین دو تا طرف مصری و اسرائیلی و دو تا طرف اردنی و اسرائیلی وجود نداره، به جهت اینکه اون پیمان بر مبنای قوانین بین المللی، بر مبنای قراردادها و در واقع تعهدات اخلاقی شکل گرفت، زمین‌های اشغالی باز پس داده شد و وضعیت به قبل از جنگ برگشت. اگر چیزی این با طرف فلسطینی هم شکل بگیره و همچنین نگرانی اسرائیل هم در نظر گرفته بشه، به نحوی که کشورهای دیگر منطقه هماهنگ بشن و بیان در جریان این ماجرا و الان آمادگی برای این کار وجود داره، در صورت این هم ممکنه به یه وضعیت باثباتی منتهی بشه. آقای معمولی وقت زیادی نداریم، خانم میزر میخوام نظر شما رو بپرسم در مورد آینده نزدیک، آینده در کوتاه مدت به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فلسطینی‌ها با شرایطی که باش مواجه هستن ممکن هست که به سمت تندروتر شدن پیش برند، یا اینکه فکر میکنید اونها راه حلی پیدا خواهند کرد برای رسیدن به یک توافق؟ سوال مشکلیه. من فکر کنم فلسطینی ها در جهات مختلف و به صورت های مختلفی عکس العمل نشون خواهند داد. عکس العمل در کرانه باختری معقول تر خواهد بود. من فکر نمی کنم در غزه با همه تصویری که ما از یک جای خطرناک همیشه اسرائیل ارائه میده، اصلا انرژی، توان، نیروی باقی مانده باشه برای اینکه کسی دست به کارهای افراطی بزنه، برای اینکه اونچنان وضع روحی، سلامتی و وضع زندگی عادی مردم که شب و روز هم البته روی سرشون گاهی موشک میاد، گاهی بمب میاد، غیره، در شرایطی نیستند که بتونند فراتر از سنگ انداختن کار جدی بکنند. در نتیجه این خطری هم که برای ما همیشه تصویری از خطر مردم غزه داده میشه، ممکنه در میانشون آدم‌های افراطی شدیدی باشه، ولی من تصور این که بتونند اینها یک حرکت جدی رو دنبال بکنن نمیبینم و خوبه، برای اینکه این راه حل قضیه در تشدید کردن حرکات نظامی نیست، بلکه در بررسی وقایعی که نه فقط در فلسطین، همونطور که گفتم، داره در سطح جهان صورت میگیره با رهبری کسی که متحدان نیمه فاشیستش در اروپا خطرشون بیشتره تا اسرائیل یا فلسطین. آقای معموری خیلی کوتاه، پیش‌بینی شما چیه؟ من تصورم اینه که این پیمان یا در واقع این معامله به جایی نمیرسه، مشکل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اسرائیل وضعیت خودش رو ثبات بیشتری خواهد داد با توجه به محیط و وضعیت منطقه‌ای و جهانی که وجود داره. وضعیت فلسطینی ها دشوارتر خواهد شد، اما در این حال تبدیل به یک امر واقع هستن اینا و اسرائیل ناگزیر بالاخره در یک روزی با اینها یک رفتار عادلانه‌ای بکنه و یک راه حل اصولی تر و اساسی تری رو دنبال بکنه. و الان نکته جالب اینه که بین فلسطینی ها هم جریان های از این دست در حال شکل گیریه، از جمله دعوت نسبت به اینکه ایجاد یک دولت واحد که عنوان یهودی نداشته باشه، یک عنوان دموکراتیک و سکولاری که بتونه همه رو تحت یک سرزمین جا بده.
آقای امیر، در یک دقیقه شما هم نظر پایانیتون رو بفهمید. بله، در یک دقیقه میخوام بگویم که برخلاف گفته خانم عزیز، فلسطینی ها در غزه تا به حال 24,000 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردن. اسرائیل حتی یک موشک هم به سوی غزه پرتاب نکرده. الان یک سال و نیمه که فلسطینی ها در غزه هر هفته روزهای جمعه به تظاهرات و خشونت علیه اسرائیل ادامه میدن. ولی میخوام با این سخنان مطلب خودم رو به پایان ببرم و آرزو بکنم، باز برمیگردم، دو ملت اسرائیل و عرب برادرن، پسر عمو هستن، مجبورن که در این سرزمین، در این ناحیه با هم همکاری بکنن. فلسطینی ها افراد بسیار کوشا و سخت کوشی هستن، اسرائیلی ها افکار بسیار باز تکنولوژی دارن، باید با هم همکاری بکنن. این زمین درست کوچیکه، ولی اگر در مسالمت، دوستی، همکاری و همیاری باشه، میشه اینجا رو به بهشت مبدل کرد. و خیلی خیلی ممنونم از هر سه مهمان عزیزمون، خانم میزر، یاسمین میزر، صدربیر نشریه کریتیک، علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه، و منشأ امیر، تحلیلگر مسائل اسرائیل. ممنون که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.